من میخوام یه چند دقیقه صحبت کنم با شما. بفرمایید. ببخشید. من نمیگم که اصلا با دین آشنا نیستم. ولی خواهش کردم اونم حرف رو قطع نکنید. بذارید اگه میخواید آخر من صحبت کنم با شما. نه شما همین الان صحبت کنید. متاسفانه من تو سن کودکی متاسفانه این نوار سیاحت غرب رو پوشش کردم. و هر چقدر به اطرافیانم گفتم که من برم چه روان پزش اصلا قبول نکردم. یه جای دیگه کلن قطعش کردم. یه دیگه اصلا یک گروه رو با هرچی میخواد بشمیز بشه دیگه. باشه با یه اتفاق میخواد بریم جلو بذار اتفاق میخواد بیفته بیفته. بعد تو مدرسه با معلم ها درگیر شدم. اونها رو دیدم من مدرسه میدونم کردم. افتادم توی خطای دیگه. انقدر رفتیم جلو که تمام اطرافیان از من میترسیدن. میخوام در مورد همی که شما میگین حرف فایده نداره. حتی من نمیگم دوستان میگم. از نظر من فایده داره. بسه. من معتقدم که فایده داره. حتی من وقتی مثلا با همسایه‌مون با خانم همسایه‌مون سر پارکینگ دعوام شد، خانم اومد به خانمم گفته و گفته بهتره که از این ساختمون بری. چون اصلا با این آدم نمیتونی تو ارتباط بگیری. خودم توی دود بودم. خب یه اتفاقی افتاد تو همین درگیری‌ها و اینا. من با شما آشنا شده بودم ولی واقعا میگفتم چه این چیزه فتوشاپه. اون موقع چیز بود تلگرام بود که یه دفعه هم اومدم که شما مسجد گیاهی صحبت میکردیم. اومدم اونجا دمیده و بایستم خیلی هم عجله داشتم. من میرفتم دوستان همون منتظر بودن که ایش کدام با جامعه بودم فقط شما رو ببینم که مثلا واقعیت داری یاد مثلا اینو همه داستانه که شما فکر نمی کنم خاطرت این بیاد. در مسجد من رو بغل کردی گفته من ببینم شهرستان آدم ببینم واقعیت یا واقعیت نیست. گفتی برو مسجد گیاهی صحبت میکردی شما. حالا یه اتفاقی افتاد ما که همه چی به قول شما به فال نیک میگیریم. ما رو یه شب حالا نمیگیم اشتباه هم ولی بازداشتمون کردم. تو اون یه شب من خیلی با خودم فکر کردم. تو بازداشتگاه فقط من بودم و خودم. خیلی با خودم فکر کردم و اون شب برای من معجزه اتفاق افتاد. من کلن دود رو گذاشتم کنار. یعنی نمیگم منو، یعنی معجزه در من اتفاق افتاد که از فردا من هیچ علاقه‌ای به سمت این داستان رفتن نداشتم. هیچ کس هم باور نمیشه. با حرفای شما هم آشنا بودم. یه جایی که اومدم قطعش کنم یعنی با خدا که بستم گفتم من که حالا این بنده خدا که دارم که اینجوری به سمت تو بیایم دیگه. ما با خدا بستیم. یعنی هر کم هر کدوم بابا ولمون کن تو راست عباسی چه فیلم تو داری بازی میکنی میگی ما دیگه نیستیم. گفتم بابا من دیگه بستم با یکی به یکی اعتماد کردم و اومدم سمتش. الان که اومدم اینجا واقعا گرفتارم. یه سری چیزا فکر من آسیب میده، اذیتم میکنه. نماز میخونم میگم من که نمازم قبول نیست. روزه میگه مولانا که قبول نیست. زیارت میکنم بابا که مولانا قبول نیست. من حتی نمیتونم با کاغذ و خودکاری که دارم مثل اینو بنویسم. یه خب که تاثیر نداره که. ولی واقعا شنیدن، گوش کردن، حرف زدن، با من که هیچ که اون حرف نزد ها. هیچ که اون حرف نزد. من حتی خانوادم نمیگم قد تهدم کنم. هیچ که این قسم اون حرف بزنه. ولی شنیدم که آقا واقعا اینجور که میگن نیست. اینجور که ما رو ترسوندن از این خدا، خدایی شکلی نیست. من همه این چیزایی که شما تو تلگرام میذارید خوش میکنم. این سه چهار هفته ای که دیگه هیچ چیزی نمیذارید، هیچ کنه از جلستون رو نمیذارید. این دوستتون هم که این رو میذاره یه خواهش که هر شب تاریخ بزنه، تاریخ روز رو نمیذاره که تو چه هفته این صحبت شده. نه تلگرام مال ما دست ما نیست، یه کسی دیگه از خودش میذاره، ما نیستیم. ما کانالمون به این رفت ولی توی یوتیوب ما فقط میذاریم. ویدیو رو میذاره؟ بله میدونم یه کسی هست میذاره. من الان باید چیکار بکنم؟ من اصلا واقعا نمیتونم. یعنی
ببین من به خدا اعتماد دارم و صحبت هایی که مثلا شما میکنید که اون کسی که حاکم مدینه بود امام سجاد باش چه برخوردی کرد، واقعا من به خدا امیدوار میشم. میگم خب وقتی که با اینی که این همه جنایت کرده باش چه برخوردی رو میکنم، قطعا حالا ما هم جزو شاید جزو رحمت خدا قرار بگیریم. ولی من خودمو بهشتی نمیدونم، چون خودمو بهشتی نمیدونم، خودمو گرفتار میدونم، اومدم اینجا. از تهران هم اومدم اینجا، خیلی هم اطرافیان هم که شنیدن اومدم اینجا مسخره هم میکنم، یه بابا برو فعله بون کن، یعنی بازم میخوام منم بکشم تو اون خطه. ولی من اون قولی که به خدا دادم بهش اعتماد کردم، ولی نمیدونم نمازی که میخونم ضرر نمیکنی. خب ضرر ری کنم، ولی هیچ راهی مشخصی نیست تا زمانی که من بمیرم بگم که حالا انشالله که هیچ وقت خودتو بهشتی ندونی، خطرناکه. خب ولی نمیدونم بعد چیکار کنم که عبادتم قبول بشه. اصلا قبول شدنش که ببین، قبول شدن یه تصور اشتباهی ما داریم، فکر میکنیم که یکی یه جا نشسته بعد ما یه حرکتی میزنیم، بعد اون میشه میگه که نه خب مثلا رژه میرفتیم، مثلا تو پادگان رژه میرن، بعد مثلا مسئوله میگه نه از نو برید نپسندید. اصلا این مدلی نیست. قبول عبادت یک حرکت درونیه، خودت از دم. مثل اینه که میگه من میرم باشگاه ولی نمیدونم تاثیر داره یا نه. خب برو جلو آینه وایسا ببین ماهیچه گرفتی یا نگرفتی دیگه، چربی آب شده یا نه. یعنی قرار نیست مربیت بگه نه پذیرفتم این هارتل رو درست زدی، نه ماهیچت نشون میده که درست زدی یا نه، جلو بازو رو درست زدی یا نه، با بازوت معلومه. برو جلو آینه وایسا، اون آینه هم خودتی، خودت با خودت. خب ببین نسبت به قبل مهربون تری، بیشتر اهل گذشتی، یعنی جواب داده، راحت تر میبخشی، بیشتر سخاوت به خرج میدی، بیشتر توجه میکنی به دیگران، بهتر فکر میکنی، معلومه جواب داده. اگه نه میبینی بیرحم شدی، بیتوجه شدی، بددل شدی، بددهن شدی، معلومه جواب نده دیگه. قبول و اصلا عبادت این نبوده، عبادت تو یه چیز دیگه بوده که انجامش دادی، همون که با زبون مادری باش حرف زدی عبادت بوده و جواب داده دیگه، بهش حرف زدی، اعتماد کردی، تأثیرش رو تو وجودت گذاشته، بالاخره اراده کردی، دودو گذاشتی کنار. مگه الکیه دودو گذاشتن کنار؟ معجزه بوده، من کاری نکردم. نه شما اراده کردی، معجزه اراده دیدم من نبود، من هزار دفعه اراده کردم، ولی تو که این که خیلی خوبه که از خودت نمیبینیش، این چیز بدی نیست، ولی واقعیتش اینه که اون اراده در شما ایجاد شده، پذیرشش بوده در شما. چجوری شده من اوناشو نمیدونم، تو چجور آدمی هستی. یه وقت میبینی به یه کسی محبتی کردی، توجهی کردی. این توجه که میگم نه که مثلا به سفره انداختی 200 نفر شام دادی، یا یه وقت یه ذره خوردنون برای گنجشکا میریزی، نمیدونم. یه وقت به مادرت، پدرت، دوست، یه وقت یکی رو بخشیدی. بالاخره جهان این مدلیه. یعنی وقتی شما یه حرکتی توش میزنی، این حرکته چند ده برابر میشه، وقتی مثبته بهت بر میگرده. مطمئنا حرفم به شما اینه که مگه باش حرف نزدی جواب داد معجزه شد؟ خوبه، خب باش حرف بزن دیگه، ولش نکن. شما خودت میگی که اگر روزه رو نمیفهمی، خب واقعا من روزه رو نمیفهمم. اگر نمیفهمی انجام نده. من نمیخوام انجام ندم، ولی میترسم که اصلا کارهایی که انجام... خب میگی میخوام بفهممش. خب راجع به اونایی وقت با هم صحبت میکنم. یه بار حالا اینو گفتی یه چیز جالبی، یه بار یه بنده خدایی این خلاصه بریده بود از همه چی و فلان، این حرفای 4-5 سالم رفته بود گشته بود ادیان مختلف و جاهای مختلف و اینا، و بعد دوباره دیده بود جواب نداد، یه صحبتی یه جا شنیده بود از من و بعد گفته بود که این یه صحبتی و من یه سخنرانی داشتم دانشگاه تبریز. بعد این تو سرچ میکنه توی اینترنت، اون موقع مثلا اینستاگرام و اینا خیلی چیز نبود، سرچ میکنه میبینه نوشته تبریز، فکر میکنه من تبریزم، پا میشه میده تبریز، از همدان رفته بود تبریز. و اونجا میگه نه بابا این چند سال پیش یه جلسه اینجا اومده صحبت کرده رفته، همونم زوری،
داخل روی دانشگاه منشگاه ما هر جا میرفتیم کنسل میکردن هیچی. بعد دیگه هشته بود اون آقای سلیمانی رو پیدا کرده بود از طریق اون، بعد ما رو پیدا کرد و گفت آقا اومد پیش من رو کلی صحبت و آقا من اینجوری شدم اونجوری شدم و فلان. و بعد به من گفت که فقط آجی من میخوام دوباره برگشتم مسلمون شم، ولی این نمازه خیلی اذیت کننده است، اصلا نمیفهمم اینو. حالا یه آدمیه که بالاخره چیزی، من بهش گفتم که اشکال نداره، حالا هر وقت حال داشتی بخونی بخون، هر وقت حال داشتی دیدی دوست داری که بخونی، حالا به این روش میخوای با خدا حرف بزنی از این روش استفاده کنه، که حال نداشتی حالا ای بینره. گفتم نسخه مال اینه دیگه، این آدم نسخهش اینه، که حالا فعلا با خدا حرفتو بزن فارسی، اگه یه وقتم دوست داشتی به این روش با خدا حرف بزنی با این روش حرف بزن، دوستم نداشتی ای بینره. حالا گفتم بذار شروع کنه یه ذره با خدا رفیق شه اینا. ما تهران یه جا منبر بودیم خونه آقای خیلی متشرعه، از این سفت و سختای عجیب غریب اشتباهی هم من رو دعوت کرده بودم بنده خدا. آره یعنی همون شب دوم فهمید اشتباه کرده بنده خدا، بعد دیگه کاری هم نمیتونست بکنه چون یه نسبتی هم با ما داشت. آره خیلی مراقب من بود، من میرفتم اونجا قبلش میرفتم خونه اینا میشستیم یه جایی، خیلی میشست و میگفت خب چی میخوای بگی الان، مثلا خیلی مواظب بود و منم میخواستم نمیخواستم اذیتش کنم، صاحب خونه بود، چیزایی میگفتم که با هم اتحاد داشتیم توش. گفتم ببین الان بالاخره اینو بیچاره رو عزیز میشم. این پسره به من زنگ زد گفت کجا کجایی تهران میگن جلسه داری؟ گفتم آره. گفت من میخوام بیام. بیا آقا اومد و زودم اومده بود به من زنگ زد گفت من اومدم. گفتم بیا طبقه بالا یه آب چایی بخوریم با هم بریم. اومد نشست و این بنده خدا صاحب خونه به من گفت که حاج آقا ما یه کارگری داریم این نمازشو اول وقت نمیخونه، این کسب و کار ما رو خراب نمیکنه، اینو اخراجش کنم؟ ببین سوال چی بود. یه دفعه این پسره گفت این حرفا چیه؟ خود حاج آقا به من گفته هر وقت عشقت کشید نه. این بنده خدا گفت چی شده؟ گفتم آقا یه لحظه صبر کن شما. گفتم عزیزم شما چای تو خوردی؟ گفتم برو پای شما دیگه برو. گفت بعد براش توضیح دادم گفتم آقا این بنده خدا کلا بیخ نمیخونده. حالا من گفتم یواش یواش شروع کن فلان، یه ذره آروم شد. گفت ها پس اینجوری بود، خیالم راحت شد. گفتم آره نگران نشد دینه دا. حالا میخوام به شما بگم اصل بحث چیه، که شما باید ارتباط داشته باشی. شما میگی من ارتباطه رو گرفتم، حالا یه مناسکیه اینو درست درک نمیکنم، دنبال بهانه‌ام نیستم که تعطیلش کنم. آخه منم ماه رمضان همه دوستام زخم کلیه میگیرن و زخم معده و اینجوری مشکل پیدا میکنن. نه آقا من واقعا میخوام بفهمم چیه. اگه کسی واقعا بخواد بفهمه چیه میشینیم حرف میزنیم. پیروز بود یه خانومی به من زنگ زد نویسنده است، گفت که من میخوام راجع به حجاب یه مطلبی بنویسم، شما نظرتون چیه؟ برای بچه‌ها میخوام بنویسم. من بهش گفتم ورزش چیز خوبیه خانم؟ نه گفتم، ولی زوری نیست. پس این اجبارشو بذار کنار، من راجع به اجبارش اصلا حرفی نم، من هیچ چیزو اجباری قبول ندارم چون فایده ای نداره. اصلاً بذارم رو سرت پاشو نماز بخونی، نماز نمیخونه که، این اصلاً رو سرش، اصلاً رو بردار، چون نماز یعنی ارتباط، روزه یه ارتباط با جامعه است. گفتم حجاب یه حرف داریم پیش، اولا به زبون این بچه ها باید باشون صحبت کنی دیگه، تو که نمیتونی به زبون قوم با قوم صحبت بکنی، که باید به زبون مردم حرف بزنی. گفتم آقا من فهمم اینه، این فهم منه. میگه رابطه تو با اجتماع تنظیم کن. بالاخره داری توی جامعه زندگی میکنی، دو تا کارو نکن، سر به سر کسی نذار، دو اجازه نده کسی سر به سرت بذاره. هیچ ربطی هم به خانوما نداره، با خانومها و آقایونه. گفته آقا سر به سر هم نذارید، اجازه هم ندید کسی سر به سر، یعنی تحریک نکنید کسی سر به سرتون بذاره. ولی در نهایت یه حرف دیگه هم زده، گفته ولی ببین چون زوری نیست ممکنه یکی نخواد رعایت بکنه. بعد میدونی چی میگه؟ میگه به مؤمنین بگو چشاتون رو مراقبت کنید،
آقا نمیخواد، این خانمه نمیخواد رعایت بکنه. میگه خب نمیخواد رعایت کنه، تو چشاتو کنترل کن عزیزم. قل المؤمنون یغضون من ابصاره، مگه نگفته؟ گفت حالا ما یه پیشنهادی دادیم، ممکنه نپذیرن یه عده، شما چشاتو کنترل کن. نه من میخوام همه جا نگاه کنم، یالا شما کنترل کن. نه میگه آقا ما یه پیشنهاد دادیم، به خودت هم دادیم، خودت هم قرار نیستش که هر جور لباس بپوشی، هر رفتاری بکنی. ولی حالا این نخواست کسی رعایت بکنه، میگه قل للمؤمنون یغضون من ابصاره، آیین مؤمنین چشاتون، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، خانومای مؤمن چشاتون. شاید این پسر نخواست رعایت کنه، تو چشاتو کنترل کن. ببین حرفو خیلی منطقیه، میگه من یه پیشنهاد دادم، گفتم یه جوری لباس بپوش، یه جوری حرف بزن، یه جوری اصلا اموالت. تبرج در اسلام گفته آقا تبرج نکن، یعنی به رخ نکش، پولتو به رخ نکش، خوشگلیتو به رخ نکش، اندامتو به رخ نکش، موقعیتتو به رخ نکش، کلا گفته آقا این کار خوبی نیست. رفتم پایین شهر، نم یارو خونه ساخته گرانیت کرده، توی میخوای به همه محله یه چیز بدی، مثلا یه چی بهش میگم، مثلا یه حالا که حرف خوبی نیست، مثلا یه نیش بزنی به کل محل، بگی ها بیا نگاه کنید خونه، بابا پول گیرت اومده، نوش جونت، دمت گرم، حلال، نوش جونت، داداش برو یه جای دیگه خونه تو، چه کاری میکنی؟ چرا یه وقتی که میگه من تو محل، ما توی محل پایین هستیم، یه جایی که اقواممونه اونجا، یه کسی اومد یه ساختمون خوبی ساخت، بعد من خودم بهش گفتم این ساختمونه، گفت حاج آقا خواستم محل بیاد بالا، گفتم دمت گرم، و تاسیس گذاشته خونه های محل اومده بالا، اومد یه مجتمع خوبی ساخت، خیلی با کلاس، بعد مد شد، این دومینو همه شروع کردن، اصلا محل اوورد، یه پله محل اوورد بالا. یه وقت اونه، نه یه وقت من ساختم میخوام به رخ بکشم، میگه پولتو به رخ نکش، قیافتم به رخ نکش، اندامتم به رخ. حالا آقا من میخوام به رخ بکشم، میگه ابی نره، اون نمیخواد گوش کنه، تو چشتو مواظبت کن عزیزم. دختره وایساده میگه آقا من دوست دارم اینجوری لباس بپوشم. خب آقا تو نگاه نکن دیگه عزیزم، زل زدی توش. دختر مرد میگه چرا اینجا لباست اینجوری؟ همون قرآنی که گفته حجاب، همون گفته قل للمؤمنون یغضون من ابصارهم، چشاتونو مراقبت کنید. میبینید چقدر منطقی شد؟ دعوا نمیشه دیگه، یه پیشنهاد دادیم رعایت کنن، دمشون گرم، رعایت نکردن، تو چشتو مواظبت کن. خانم مؤمن شما چشتو مراقبت کن، این پسره نمیخواد مراقبت کنه، داره یه جوری لباس میپوشه، باش دعوا که نداریم، چشتو کنترل کن. میبینید چه منطقی شد؟ روزه یه رابطه است با جامعه، ما دنبال یه هستیم که یه حالی بدیم به جامعه. چرا میگم غذا تو سیف کن؟ مثلا اینجوری غذا بخور، چیه ماشین جای بده؟ همیشه میای میگه ماشینی هست، نه بکن ماشین. میدونی یه را، حالا میگم حرفم با شما اینه، همینی که دنبالشی این خیلی خوبه، میشه حرف زد. من با اون خانمه گفتم، گفتم ببین حالا واقعا اینا میخوان گوش کنن حرفتو؟ چون اگه واقعا بخوان گوش کنن حرف داریم بزنیم با هم، بیا بشیم 300 راجع به حجاب حرف بزنیم. ولی وقتی اصلا میذار رو سر مردم میگی یا الله حجاب، نه دیگه من دیگه حرف منطقی من دیگه نمیزنم. چرا؟ چون تو اصلا راه منطق رو باز نذاشتی، تو زوریش کردی. حضرت این تفکر شما در رابطه با حجاب، الان موضوع حجاب نیست اصلا حاج آقا، ولش کن، خب بحثو نبر یه جا دیگه، بذار اصلا موضوع من حجاب نیست، من اشکال نره، اصلا متحری من کار نره، اصلا بحث حجاب نیست الان، که بحث چیز دیگه است. آقا نره تو مستاق که دعوا نداریم با هم، که صبر کن، اصلا بحثو نبر یه جا دیگه. من میگم یه وقتی که میخواد حرف گوش کنه، حرف داریم بزنیم. یه وقت نه، یکی افتاد رو دنده لجبازی، منطقی ترین چیزام بگی گوش نمیکنه. الان این که شما میگی من دوست دارم بفهمم روز چیه، این حرف خوبیه، راجبه این میتونی ما هم حرف بزنی. خب میدونی میگی الان نمیفهممش، دوست دارم بفهممش، این خیلی خوبه، یعنی جای خوبی وایسادی، یعنی آقا من لج ندارم، واقعا میخوام بفهمم چیه. خب باشمون دیگه وظیفه آقایون علما و چنان محققین و هر کسی که ادعای دین داره اینه که آقا خب آقا بیاد من توجیه کنید. من واقعا هم لج ندارم، چیزم ندارم، چی بهش میگن، بهانه گیری هم نمیخوام بکنم، با آدم این مدلی میشه حرف زدم. همینو میخواستم بگم، خواستم بگم آقا با شما میشه صحبت کرد، خیلی هم عالی با هم حرف میزنیم، اما این که بگی
من چون قبول ندارم پس میرم جهنم، اینا رو بریز دور. آقا واقعا باید یه چیزی رو بفهمید. وقتی من روزه رو نمیفهمم، ها نمیفهممش، بهانه گیرم نیستم، اصلاً رو سرم نذاشتن یالا روزه بگیر، حالا حجابو بگی اصلاً رو سرتونه، اصلاً هم همیشه تفنگ نیست. همینی که مغازه طرفو پلم میکنی، ماشینشو میخوابونی، از اداره میندازیش بیرون، میشه اسلحه دیگه. اسلحه که همیشه که تیر و فشای نیستش که. من خودم راجع به حجاب یک کلمه حاضر نیستم صحبت کنم تو جامعه. بعد به من میگن چرا؟ میگم آخه شما راه حرف زدن نذاشتی، یارو مجبورش داری میکنی. اما شما میگی آقا من که مجبور نیستم راجع به روزه حرفی بشنم، ولی دوست دارم بدونم چیه. میخوام بگم الان خودت رو نباید بگی من گناهکارم، وای من من بچه خودم میگه آقا، میگه بابا من نماز عربی نمیفهم یعنی چی، من فارسم، من نمیفهمم چی میگی یعنی چی. حالا آخ کافر حربیه. نه آقا راست میگه دیگه، صادقانه داره میگه نمیفهمم. خب شما معتقدی که چیز قابل فهمی توشه، خب بسم الله یالا به بچه خودت نشون بده. این که دیگه تو دنده لج نیستش که، چون بچه 9 سالشه. واقعا هم صادقانه اومده گفته. دمت هم گرم که خونت یه جوریه که بچت میتونه بیاد اینا رو بهت بگه. شاید البته بچت خیلی شجاعی نمست، ممکنه که خیلی ربطی به پدر مادرم نشته باشه. من حرفم اینه، میخوام بگم این خیلی حال خوبیه که توشی. میگی دوست دارم بفهمم ولی الان نمیدونم. این که الان نمیفهممش اسمش گناه نیست. اینش که ای پس من آدم بدیم، نه خیلی هم آدم خوبی هستی. گفت شد؟ من از چندی نفر جای مختلف پرسیدم، گفتن نه تو اصلا هیچ راهی نداریم و یه سری مسائل. حالا اونا رو بلشون کنم بنده خدا. خب اونا هم خودشون رو حق میدونن، اشکال نداره. شاید سه مدل نماز بخونه. ببین من کلا این قضیه رو مطرح کردم که با شنیدن من راهم عوض شده. میگم اشکال نداره، اونم که اون حرفو میزنه یه حرفه، اونم بیار باش صحبت میکنیم. من تا میخوام شما بگم خودت میگی در خودم جواب داده. من خودتو نه حالا باش، حالا که با هم حرف میزنم مشکل ندارم، که میگم در خود شما گفتگوت یه شب با خدا جواب داده. هزار نفر باهات صحبت میکردن دو دول میکردی خودت حرف نداره. اصلا کسی جرأت نمیکرد با من حرف بزنه. خب میگم همینه دیگه، میگم کسی که با تون حرف نزده خوبه؟ فکر میکنی اگه حرف میزدن تأثیر اینقدر تأثیر داشت؟ شما خودت یه بار خودت با خدا حرف زدی تأثیر گذاشته دیگه. خب اینو ولش نکن. اصلا شما بگو معجزه شده، میگی شما میگی من نبودم معجزه شده. خب کسی گفته دوباره نمیشه؟ خب الان همین روزه رو مگه نمیگی؟ خب خودش بپرس. خودش به خدا من نمیفهمم روزه چیه، واقعا نمیفهمم چیه. خب بالاخره تو قرآن هم که میگه ان علینا للهدى، گفتی هدایت کار منه. خب خدا به من بفهمون چجوری دودو از من گرفتی، اینم به من بفهمون، تو که میتونی قدرت داری دیگه، اینم به من بفهمون. میخوام بگم وقتی یه مسیری جواب میده که نباید ولش کنی، که جواب داده دیگه، دمش گرم. ما خودمون رو میکشیم. بابا معتاد اومده میگه میخوام ترک کنم نمیتونم. میخوام واقعا، میخوام نمیتونم. بعد باید 50 نفر بشیم کمکش بکنیم که بتونه توامن بشه. شما خودت یه جا نشستی یه ارتباط گرفتی شده، میگم این ارتباطه رو ولش نکن، دنبال من و امثال منم نمیخواد بیای. یه جایی زدی گرفتی دیگه، خب بزن بقیهش هم بگیر دیگه. اون که بخیل نیستش که، نیست که یه بار معجزه کرد دیگه ته کشید. نه آقا جون ته نمیکشه. بچه بیام تو بحثمون، من بحثمو بگم تموم شه حالا امشب. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یه فاجعه اتفاق افتاده دیروز. اول اینکه خواهشن نمک رو زخم هم نپاشیم به هیچ بهانه ای. مصیبتیه که از دریچه انسانی نگاه بکنیم باید غم زده بشیم. من خودم دیشب زدم تو جاده، یعنی واقعا دیشب تو پمپ بنزین خوابیدم، همین 45 کیلومتری قم تو پمپ بنزین خواب، یعنی واقعا نمیتونستم وایسم تو خونه، زدم تو جاده. اومدم همینجوری تو این جاده قم اومدم اینجا، بعدم رفتم کارخونه گرفتم خوابیدم صبح. مثلا یه حالی به قول قمیا ولیو بودم، یعنی سرگردان. اصلا این عکس این بچه رو دیدم حالم بد شد. خب چرا، چقدر دنیای ما بده. خب آقا یه کاری کنیم دیگه اتفاق نیفته. من میگم با کشتن هیچی درست نمیشه،
کشتن بکشیم چیزی درست نمیشه. بابا این همه نهاد فرهنگی تو این کشور، این همه بودجه میگیرید، صدا و سیما، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، وزارت ارشاد، مؤسسات فرهنگی، آموزش پرورش، آموزش عالی، مساجد، این همه بودجه. بابا حرف بزنید، حرف بزنید با هم. ریشه تکفیر رو اول در خودمون بخوش کنیم، چون تو ما هست، در خودمون هست. چیزی که در ما، جنگلش در ما هست، شاخش رو تو دیگران نبینیم، جنگلش در خود ما هست. ما خودمون تکفیریم. این هم نیست که آره آج آقا مسئولین پدر سوخته، حالا اون بنده خدا نیومده که اینجا همیشه هرچی ما هم گفتیم میزد به مسئولین، فکر کنم از ساوه نتونسته بیاد، یه دوستی داری میاد اینجا ما هرچی میگیم میزنه به مسئولین، اصلا هر چیزه یه چیزی بی ربط میگه آره مسئولین پدر سوخته. اینم بیچاره رو اذیتش کردن اینجوری شده. این آدم عادی اینجوری نمیشه، اذیتش کردن، چزوندنش. حالا بنده خدا اینجا هم یه جاییه که همه میان صحبت میکنن، خوشش اومده میگه. من میگم مسئولین رو بذار کنار، ما خودمون ملت هم تکفیریم، چون همین مسئولین رو ما تکفیر میکنیم. بهتون گفتم اینو با وجدانت. الان تمام مسئولین جمهوری اسلامی رو بدن دست ماها، بگن هر کاری، اصلا خدا قیامته داده اینا رو دست ما. اصلا تو همین دنیا اتفاق دنیا بالا پایین داره دیگه، اینا رو نشوندن جلو ما. به تو گفتن آقا هر حکمی بدی اجرا میشه، شما حکمتون چیه برای مسئولین؟ پس مسئولین فعلا من شما یه مقدار بهترن، چون ما رو تیکن تیکن نکردن هنوز، زورشون نرسته. من میخوام به شما بگم عزیزم، راه اصلاح جهان اینه، باید بخشید. راه اصلاح جهان اینه. ماندلا میگه سالها تو زندان بودم. آقا ببین زندان یه روزشو نمیشه. یه سری نویسنده بودن به منم پیشنهاد دادن، گفتن که یه زندان هماهنگ کردیم، یه شب بریم زندان و قشنگ یه زندانی با ما برخورد بشه. میخواستن حال زندانی ها رو درک کنن. من بهشون گفتم آخه زندانی که صبح میدونید آزاد میشید که، آخه این چه زندانیه؟ گفتن نه حالا بالاخره یه ذره بریم تو محیط قرار بگیریم و یه کار فانتزی. از نظر منم جذاب بود، خوب بود. بعد نمیدونم چی شد من خودم نتونستم برم. من گفتم من حالا واقعیشو رفتم، ولی حالا اینم بعدم نمیاد یه بار بیام. زندان عمومیشو نرفتم، انفرادی بودم، عمومیش بریم ببینیم چه خبر. بعد اون نویسنده میگفت که یه عده شدیم رفتیم، گذشت 4 5 ساعت گذشته بود، یه عده کم آوردن تو 4 5 ساعت. با اینکه از زندانی نبودن، نویسنده بودن، یه شب اومده بودن تستی زندان که مثلا یه شب یه 24 ساعت تو زندان بمونن با حالت زندانی باشون برخورد بشه. مثلا غذاشون رو چه میدونم، مثلا زندانی انفرادی ها، مثلا نمیذارن تو انفرادی کسی رو ببینی. مثلا میگه بشین رو به دیوار منو نگاه نکن. غذا رو حالا با ما که اینجوری برخورد، خیلی هم به ما محبت کردن همون مدت هم که. مثلا میگه بشین رو به دیوار، غذا رو میذاش تو، یه چایی هم به من میذاش، میگفت چایی هم بخور. مثلا چجوری؟ بعد در میبست میرفت، نمیدیدیش. وقتای دیگه هم که میخواستی بری یه حیات کوچیکی بود مثلا بری هوا بخوری، چشاتو میبندن، یه چشاتو به من یه ذره زیرشو باز میکنی که جلو پاتو ببینی، میبره اونجا درو میبنده، میگه چشاتو وا کن مثلا یه جای مثلا دو درسه هوا آسمونو ببین. اونم توری زدن مثلا. قرار بوده 24 ساعت با اینا اینجوری برخورد کنم، بود تو 4 5 ساعت یه سریشون جیغ میزدن، پنیک شده بودن که درو وا کنید، ما میخوام بیام مثلا، نمیخوام اینجا باشم. بابا نمایشیشو نمیشه تحمل کرد. بعد 20 و چند سال ماندلا تو زندان بوده، اونم تو زندان نجات پرست، حکومت نجات پرست که تو رو جنس چیز میدونه، درجه دو میدونه. اصلا درجه دو چی؟ اصلا برای تو لول قائل نیست، درجه قائل نیست واسه تو. به زندانبانه میگفته تشنمه، بیادبی ادرار میکرده تو سلول، میگفته بخور. اینجوری میگه 20 خورده ای سال فکر کردم چیکار کنم که زندان تو کشورم نباشه. میگه به یه نتیجه رسیدم، باید زندانبانم رو ببخشم. و بخشید. ماندلا از نظر من پیامبره برای خودش.
بخشید. زندان اینجوری عبه میره بچه ها. باید زندان ما رو بخشید. آستر یک بر ابو ترابیه. بیا ببین. برادرها وسط لایف زنگ میزنم. آستر اکبر ابو ترابیه نماینده زندانیای نماینده زندانیای ایرانیه. صلیب سرخیا میان که گزارش بگیرن ببرن. میگن نماینده زندانیای ایرانی، میگن علی اکبر ابو ترابی. صداش میکنم با بلنگو نمیره. چند بار صدا میزنم. عراقی به نماینده میگه آقا یه چیز بنویس، برو دیگه نمیاد دیگه. نه دیگه داری صدا میکنی نمیاد. اون هم یه گزارشی مینویسه میره. بعد میاد سراغش عراقی بعثیه، زندانبان بعثی، میاد سراغ آستالی اکبر میگه که ترسو نیستی ولی نیومدی. میگه خب اگه میومدم باید راستشو میگفتم که چی کار میکنی اینجا. دیدم تو مسلمونی، اون مسیحیه. گفتم آبروی مسلمونو پیش مسیحی نبرم. یعنی علی اکبر ابو ترابی نگران آبرو بعثیه است. میگه واقعا اینجوری بودا؟ میگه آبروشو نمیخوام ببرم. هر وقت خواستی آبرو زندانبانت هم نبری، اون وقت میتونی زندان رو بهم ببری. بعد از علی اکبر آزاد شد، میدونی یه سری این بعثیه پشتش گریه میکردن. معلوم بود اونا اسیر اینه، اسیر اخلاقشن. بعد زندان رو کرد دانشگاه. کدوم زندان رو؟ زندان حزب بعث. یکی از این آزاده ها میگفت که قبل اینکه آستر اکبر بیا تو بند ما شورش میکردیم. قاطی میگو بعد اونا میزدن، میگو فوش میدادیم به صدام، میریختن، میزدن، له و پهمون میکردن. آستر اکبر میاد گفت دیوونه بازی ها چیه در میاریم؟ ما چه زندانی هستیم؟ کار چی؟ مثلا بسید مرگ بر صدام میگه چیزی درست میشه؟ بسیار تحریک میکنی بزن لیت کنه؟ چرا؟ تو چی کاره بودی؟ تو ایران بودی؟ چی بلد بودی؟ من دانشجو بودم، زبان انگلیسی فوله باری کلا. بچه ایشون بهتون زبان انگلیسی یاد میده. آقا تو چی بلدی؟ زبان عربی. شما عربی بینه یاد بده. چه چی بلدی؟ جغرافیا، زیست، فلان، نهجل بلاغه، افسم. من مفاتیح رو بلد. من آزاده ها اومدن، اونایی که تو سیستم آستالی اکبر بودن اومدن. طرف رفته یه بچه نوجوانی بوده، رفته جنگ اسیر شده، برگشته سه تا زبون بلده، عربی، فرانسه، انگلیسی. کجا یاد گرفتی؟ تو زندونای بس. کی یادت داده؟ اسرای دیگه. زندان اینجوری درست میشه. زندانبانتو باید ببخشی. نه حاج آقا این حرفا جواب نمیده، شما داری ما رو چی میکنی؟ اینا بیشتر به ما ظلم کنن. میدونم اون کارهایی که شما میکنی جواب داده تا حالا، به نظرتون در جهان جواب داده؟ همینایی که الان سر کارن نمیگفتن به ما ظلم شده؟ ساواک اینا رو نوازش نمیکرده که، ساواک هم میزده، اعدام هم کرده، زده. ساواک کم جنایت نکرده، اونم جنایت کردن. خب درست شد؟ خب ساواک زده، تو هم که داری میزنی که زندان هم ادامه پیدا میکنه. یکی با همه بخشه که در گفتگو باز بشه، و الا هر روز باید به هم تسلیت بگی.